حالا گپ و سخنهایی که دارم، چیزهایی که میخوایم بگویم بعد از شنیدن یک شعر قشنگ و دوست داشتنی و شنیدنی آغاز میکنیم صحبتهای ما را. دلم بشکسته و بشکسته تر میخواهمش آری، دلم بشکسته و بشکسته تر میخواهمش آری، به جرم عاشقی این گونه کیفر آرزو دارم. غضب داری و چشم و خنده و لب میزنی هر دم، مقامت در میان لعل و لشکر آرزو دارم. کدام از ساحل مقصود و کوه کشتی کجا طوفان، کدام از ساحل مقصود و کوه کشتی کجا طوفان، به بحر بی کسی های شوخ لنگر آرزو دارم. شب و روزی خوشی و عید قربان است میدانی، شب و روزی خوشی و عید قربان است میدانی، کمی از باده عشقت به ساغر آرزو دارم. میانی غنچه ها خوابیده ای و عطر افشانی، میانی غنچه ها خوابیده ای و عطر افشانی، مسلمانم بیا من حسن کافر آرزو دارم. ندارم هید بیرویت، ندارم روز مولودی، به این وضع فلاکت بار محشر آرزو دارم. کمی از حال زار این فقیران نیز آگاه شو، کمی از حال زار این فقیران نیز آگاه شو، که من در بند عشقم بنده پرور آرزو دارم. دیگر محمود بس کن قصه این آرزوها را، برای رونوشت‌های تو دفتر آرزو دارم. صبحتان بخیر و ایام خجسته عید قربان را برای شما و همکاران عزیزتان و هموطنان ما که در داخل و خارج کشور به سر میبرند، از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم و در خدمت شما. شما سلامت باشین. شعر قشنگ شنیدیم از احمد محمود امپراتور، شاعری که معمولا با شعرها و با نوشته هایی که دارن اکثریت ما آشنا هستیم و خیلی قشنگ می نویسن و قشنگ می سرن. و خوشحالی دیگر اینجا است که آقای احمد هارون بدخش، استاد دانشگاه بدخشان و همچنان شاعر، را با خود را داریم. صحبت های با هر دو مهمان عزیز می داشته باشیم و طبق معمول همراهیتان را می خواهیم. استاد ایدتان مبارک، خیلی خوش آمدین و خوشحال هستم که در جمع ما هستین. تشکر من به نوبه خود مایک نیست دیگه. سلام وقتون تقدیم میکنم به شما و به تمام همکارایتون و ایدر و سید قربان. من برای همه تبریک میگم برای بیننده های تلویزیون و کارکنان. شما سلامت باشین. میخواییم بدانیم که در بدخشان اوضاع و احوال چگونه است، چطور میگذره، درس های دانشگاه، محصلین و کارهای روزمره شما. بسیار تشکر. بدخشان گرچه یک منطقه بسیار دور افتاده است، همه دارای بسیار آب و هوای خوب و چی هست و همی ترتیب شرایط بسیار خوب برای آموزش و پرورش وجود داره. همه کاتب فعال هستند و دارو داری ها که خورای ما خوب پیش می و علاقه مندم خیلی زیاد است برای درس و علم و کسب علم و تحصیل، و بخصوص شاعران خیلی چیره دست داریم در بدخشان و کسایی که با ادبیات و نوشتن و این هنر زیبا بیشتر سر و کار دارن. واقعاً همینطورم هست. زندگی خوب و آب و هوای بسیار مناسبه که در اونجا وجود داره و مخصوصاً امنیتی که در بدخشان وجود داره نسبت به سایر ولایت ها تاثیرگذار و همی شده که بتانن تا چه بای تحصیل تعلیمشان رو پیش ببرن و به این شکل دیگه چی داشته باشن در سایشون باشن. امو طبیعت زیبا هم سبب می شه آدم شاعر شه. امو طور نشه تاثیر دارم. سر شما هم تاثیر گذاشته. ببینیم چی میشه. چطور بود روزایی، چه قسم گذاشت آخه امپراتور؟ خوشایند بود نبود؟ البته همه گیمی گله را دارن، میگن که کم رنگ است و حال و هوایی را که در گذشته ها داشت نداره. خب عید قربان در یک کشور
جنگ زده، خصوصا روزهای خوشی توهم با مسائل دیگری هم هست که متاسفانه ما پیش از عید قربان حادثات خیلی خونینی را در شهر کابل و خارج از او را داشتیم که ما هم نیز از داغدارای از او هستیم که تسلیت عرض میکنیم به خانواده شهدا و به مجروحین سلامتی میخواهیم. ولی بر هر حالش در یک کشوری که سراسر حادثات است و اتفاقاتی عجیب و غریب و ناخواسته رخ میده، اما من نمیتونم بگم کم رنگ بود، خیلی خوب بود، خیلی زیبا بود و خیلی خوش گذشت. و از شما که نام خدا برنامه های خوب شما و تلویزیون های دیگه پخش میکنن لذت میبریم و میبینیم. پس بیننده هستین دیگه، تماشا میکنین؟ تبدیل دیگه. خیلی لطف میکنم، سپاسگزار هستم. خب قسمی که گفتم استاد شعر هم می نویسن و شاعر هم هستن، بی نصیب نمونیم، بشنویم از استادم اگر موافق باشن خودشان. یک پارچه شعر. بسیار تشکر. یک مقدار دارم اینجا انتخاب کنم بر شما. یکی از یاد داشتایی بس گرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برام خیال آرزو برای غزل نام گذاشتیم. نیکپی و خوبترین آوریم، لب شکران را به کمین آوریم، دام بسازیم زی خوش دانه ها، مرغ هوایی به زمین آوریم، رشته تنیم القب سیم و طلا، دانه زی الماس نگین آوریم، نقشه بگیریم به طرح بلند، خوش سخن و بال زرین آوریم، ناز دهیم بال و پر خوش خیال، راحت جان را به چینین آوریم، باز کنیم سینه ز مهر و وفا، مشک دلاویز ز چین آوریم، تازه شود خاطر ما هر نفس، همچو بدخش طرح نوین آوریم. بسیار قشنگاری نگین آوریم. اینا در شعر تا نام مرا استفاده کرده بودین. لطف شماست. در بدخشان، خب حالا من خودم هم بدخشی هستم، اگر بگویم باز شاید اونقدر دلچسپ نباشه برای بیننده های ما، تا یکی یک مهمان که خودش از بدخشان آمده باشه باز بر ما در رابطه به رسم و رواجایی که در اونجا داریم در ایدا بگویم، مطمئنا خوشایندتر می باشه. از شما میشنویم استاد یگان رسمکای خاصی که در کابل در دیگه ولایت ها کمتر دیده میشه یا دیده نمیشه ولی در بدخشان رایج است. خب در واقع مایکل استیک دیگه در افغانستان او قدر فرنگا متفاوت نیستن، اکثرا مسائل هایی که در هر جای قرار داره و اگانه چیزی که راستی بیشتر ما در اونجا دیدیم همی ایدگشتک اطفال و کودک ها هستن که گروپ گروپ همگی دخترها جدا و بچه ها جدا همتون میرن و دوستای خود در القایی که همسایه ها هستن، یعنی هر کس مطابق سن و سال خودشه، سن و سال خود به همی ترتیب. خب بزرگا هم کارهای خود دارن به همی رقم و میرون به دوستای و دوستای و دیگا. باز زن ها بازون همه که خورم ها روزای سی و دارن که باز این هم گشته و این خود متفاوت نیست، اما شکل گروپیت داره و برمیرون. مقصد همون کلچه که می پزن، همون بعضی خوردن یایی که آماده می سازن، یه ذره متفاوت هست. خب واقعا یه کلچه تندوری و همی خیلی خوب است. خب آقای امپراتور هم از بدخشان است، من این فهم که شما مگر خودم مگر من توفیق خودم بر تان آوردن لطف کردن بر من کلچه آوردن، از همون کلچه های بدخشانی که آماده می شه. اکثریت دوستا اگر نوش جان کرده باشن آشنایی دارن، اگر نداشته باشین آشنایی باز در بخش بعدی براتون نشان میتونم چی رقم هست. میخواییم یک شعر دیگه هم از شما داشته باشیم. شعر بخوانم؟ بخوانین اگر میخواین. یک پیاله چای نمیتین باز شعر میخوانیم. جوس براتون انداختیم، گرمیست اگر چای نخورین. تشکر. میخواییم فضا کمی خودمانی باشن. بله. خب یک پارچه مخمس میخوانم دیگه. خوب است. عاشقانه باشه مخصر استاد. او هم عاشقانه بود. به ارتباط او شعری که پیشتر دکلمه نمیگم خواندم،
او رو این صبح نوشته بودم، مگر کمی کم بودی استادا و بیننده ها دیده باشن مدرک مبا پذیرم. نکاش میکنم، خیلی فوق‌العاده بود. منظورم از عاشقانه این بود که یکان شعرهایتان است که خیلی توصیف میکنین یک نفر و از اون شعرها باشن. خب سعیستم. با یک جنون و با یک افتخار میمانی، با یک جنون و با یک افتخار میمانی، با یک تراوت سبز بهار میمانی، با عشق عاشق شب زنده‌دار میمانی، با طول و عرض دل داغدار میمانی، با حوج عزت پروردگار میمانی. با سرزمین دلم رنگ آسمان داری، با شاخسار حیاتم گل جوان داری، با حس و حال و هوایم نسیم جان داری، دریغ بار قبا لطف بیکران داری، بگو که در بر من غمگسار میمانی. با سینه بغض گلوگیر شهکمان دارم، دو چشم پرنم و رنگ و رخ خزان دارم، هر آنچه هست از این بخت ناجوان دارم، ز پای تا به سر از داغ تو نشان دارم، رفیق روز بدی روزگار میمانی. تو آفتابی و خورشید پای بوس تو شد، هر آن کسی که تو را دید از نفوس تو شد، تو را ندیده و بشنید در فسوس تو شد، چنار و سر و باغ آمد و حروس تو شد، تو در کشاکش لیل و نهار میمانی. زی چینی یا چگلی یا ز ملک تاتاری، و یا ز ملک فرنگ یا ز شهر اسراری، برای دلبری از هر کی کرده دلداری، و چشم بسته و بازی با چشم بسته و بازم جنون پدیداری، حضور جلوه با اقتدار میمانی. با سینه تا نفسی هست بی تو سنگین است، حیات من به نبودی تو ننگ ننگین است، ز نام پاک تو اشعارم عطر هاگین است، اگر چی دیده هم از فرقت تو رنگین است، برای بی وطن خود دیار میمانی. ای تشویق نمیدیم بسیار عالی. تو یوسف ار نشدی آی پیر کنعان باش، به این شکستم آجر بیا بدخشان باش، به روزی ابری من آفتاب تابان باش، به آو و ناله محمود خود نیاستان باش، به شهر دلشدگان شهریار میمانی. ممنون. خیلی قشنگ بود. گمه گفتم کل شعر بشنوم باز بعد از او تعریف آغاز کنم. سر تا تکنم نبودیم. خیلی قشنگ بود. ما بگویم یا نگویم، مطمئن هستم بیننده های ما خودشان پیش خود یک مقیاس دارن که قشنگ می نویسین و از جمله کسایی هستین که سالها و سالها باید با حضورتان در جامعه شعری و شاعرانه ما افتخار داشته باشیم. و استادم همچنان. مطمئن هستم شاگردای زیاد را تربیت میکنن تا اونا بتونن آموزگارای خوبی در آینده باشن و خدمت داشته باشن بر اجتماع. و خوشحالی و خوشبختی ما بایی بود که در روز عید شما را با خود داشتیم و خوشحال شدم. تشکر میکنم استاد از شما. انشالله برگشتین، سلام ما را و وطندارا برسانین، عید تبریکی بودین. و از شما سپاسگزار هستم آقای امپراتور که به برنامه تشریف آوردین و همیشه قلمتان نوشتار خودش داشته باشه و پررنگ باشه و ذهنتانم بیت‌های قشنگ درش جا داشته باشه. خدا بیبیم واری دعا کردی. مقصد هم تشویق کردم هم دعا کردم، یک خیر بیبینی هم نگفته. تشکر میکنم. تشکر از شما. روزایی خوشی داشته باشه. شما تشکری میکنم که در این روز دعوت کردین، از ما آمدین و دیدمتان از نزدیک. همین ترتیب هدف ما است که خوش و عاشقانه زندگی داشته باشید. شما سلامت باشین. یک آهنگ خیلی قشنگ ایدی از یکی از کنسرت‌هایی که از آرزو بوده آماده است که برای شما اید آمد آمد میگه. با هم یک جا تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم به ادامه صبح آرزو و بخش‌های بعدی ویژه برنامه صبح آرزو.